آقای لادن سلام، خیلی خوش آمدید و ممنون که من میدونم روزای جمعه روزایی که آدم باید آماده بشه که وقت بذاره برای فامیل و اینها و کارهایی که داره مخصوصا در آمریکا، ولی شما لطف دارید و این وقت رو به من و بینندگان میدید تا ما از شما و از خاطرات و از تجربیاتتون یاد بگیریم. اندیشکده چیست و باور اندیشکده کدام است؟ من قبلا هم چند تا از این برنامه هایی رو که دوستان شما لطف کردن فرستادن پخش کردم، ولی خودم به عنوان کسی که اینا رو گوش دادم، هدفهای زیبا، باورهای زیبا، ولی هنوز برنامه‌ای نمیفهمم از توی این چیزا. شاید اگه من اعلام کرده بودم که من میخوام عضو باشم باید چه کار کنم، یه دوستی هم تماس میگرفت میگفت باید این کار رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی. شاید دلیلش اینه که من چون نمیخوام توی هیچ حزب و جنبشی عضو باشم به دلیل اینکه میخوام مستقل بمونم، شاید من اقدام نکردم که از اون طرفم به من به اصطلاح گفته نشده. شما یه مقداری ما رو آشنا کنید، بعد دو سه تا سوالی که تو کتابتونم هست که چرا کشوری که تمدن بشریت رو، که من مخالفم، ما تمدن بشریت رو پایریزی نکردیم، بعد چرا ملتی که فلسفه پندار نیک گفتار نیک، خب ما نداشتیم، اگه داشتیم نمیگفتن، بعد سومیش چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر، باز با اونم اختلاف دارم که شما گفتید من امروز آماده هستم و با آتش و پرتاب آتش بزرگ شدم. بفرمایید، با شما هستیم دوستان. با آقای امیر حسین لادن هستیم که روی فیسبوک هم به نام امیر H لادن هستن. من تصویر صفحه فیسبوک ایشون رو هم در حین صحبت ایشون نشون میدم. بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگان. جالبه که در زمینی که اون پرسشایی رو که من مطرح کردم مطرح میکنین، بلافاصله بهش یه حمله کوچولو هم میکنین، ولی 100% در فوردش باید گفتگو کنین. بیشتر بینندگان تلویزیون مردم با نام اندیشکده آشنا هستند و پیش از گفتگو در مورد پیدایش، باور، اهداف و راه اندیشکده میخواستم چند نکته در مورد ارزش و اهمیت پرسیدن و مسائل و مشکلات و زیر پرسش بردن با هم مرور کنیم. داستان رهایی از زندان قصر، بازگشت به آمریکا، سرخوردگی، انزوا و طرح پرسش چرا انقلاب عدالت خواهی و آزادی طلبی ملت ایران به کجراهه مذهب کشیده شد و به چاه فقاهت سقوط کرد و قبل از این در موردش گفتگو کردیم. این پرسش که چرا انقلاب به کجراهه کشیده شده بود، زندگی و هستی منو در بر گرفته بود و تحت شعاع قرار داده بود و رفتم دنبال مطالعه و پژوهش. هرچی بیشتر جستجو می کردم تعداد پرسش ها اضافه می شد تا در یک زمانی برخوردم به اون سه تا پرسشی که الان شما مطرح کردین. و برای من کتاب خداسالاری و درماندگی پاسخی بود به اون سه تا پرسش. شما بهش اشاره کردین، فکر کنم نیاز نباشه تکرارش کنم، ولی در حقیقت در چارچوب عقل و منطق، نه به صورت یک چیز 100%، به صورت نسبی در زمان خودش این چیزها وجود داشته. حالا میگم بالا پایین یه مقداری از واقعیت ها با افسانه مخلوط شده، ولی در چارچوب عقل و شعور و در چارچوب اون اکتشافاتی که باستانشناسان کردن و این اطلاعات جمع‌آوری شده، این چیزها همونطوری که عرض کردم به صورت نسبی وجود داره و ما میتونیم روی این بسازیم. خیام، سینا و زکریا رازی برای آموختن و آموزش دادن همه مسائل رو زیر سوال می‌بردن. یکی از گفته‌های بسیار مشهور و معروف زکریا رازی اینه که میگه عقل
بزرگترین موهبت الهی است به انسان. در پرتو خرد ما حتی نیاز به انبیا یعنی پیغمبران نداریم. اینو 1100 سال پیش میگه، زمانی که پوست انسانو زنده زده میکندن اگه در مورد دین چیزی بگه. یکی از در زم مذر میکنم اینجا گم کردم که کجا بودم، یه پرسش هم اینجا هست در مورد سقراط و ارسطو که همیشه نخست با طرح پرسش و سپس با جستجو و گفتگو منطق و خردگرایی رو میاموختن و با طرح پرسش به دیگران آموزش میدادن. یکی از پرسش های سقراط این بود که میگفت آیا پادشاه فیلسوف یا فیلسوف پادشاه مورد نیاز است تا در پرتو دانش و خرد به بزرگی و عظمت دست پیدا کنیم. ارسطو میگفتش که همه میدانیم که هر جامعه‌ای دارای رهبر فرماندار و پیرو فرمانبر میباشد. میگفت پرسش اینجاست که این سیستم تبادل پذیر است، آیا میتونیم جای رهبر و پیرو رو با هم عوض کنیم یا اینکه رهبر همیشه رهبر؟ یک ضرب المثل، یک زبانزدی هست که میگه بدون طرح پرسش درست به پاسخ درست نمیرسیم. حقیقت اینه که باید از گذشته بیاموزیم، از تجربیات بزرگان درس بگیریم. اندیشکده آگاهی و شناخت در پاسخ به اعتراضات 10 سال پیش رأی منکو در انتخابات رئیس جمهوری و با پرسش چه باید کرد پا به عرصه وجود گذاشت. میبینیم که هم کتاب خداسالاری در پاسخ به پرسش، هم اندیشکده در پاسخ به پرسش چه باید کرد. با در نظر گرفتن اوضاع دردناک مالی مردممون در ایران، فقر و درماندگی عمومی، اقتصاد ورشکسته که نتیجه مستقیم فساد فراگیر و عدم کارایی دست در کاران رژیمه، اکثریت هم میهنانمون خواستار تغییر رژیم و براندازی هستن. فکر کنم در این تردیدی نباشه. هم میهنان خارج از کشور نیز، البته به جز مزدوران، همه به دنبال براندازی هستن. میتونیم این نتیجه‌گیری کلی بکنیم و اون اینه که هدف مشترک دارید، هممون دنبال براندازی هستیم، ولی آنچه بین ما شکاف ایجاد کرده و ما رو از یکدیگر جدا ساخته راه و روشمان در براندازی و پاسخمان برای جایگزینی و آینده سازی است. اندیشکده آگاهی و شناخت در ضمنی که رهایی مردم و نجات ایران رو در براندازی می دانند، بر این باور است که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، نه در حمله نظامی به ایران و نه در گروه ظهور قهرمان ملی است. ما در ایران تمام این راه ها رو طی کردیم. نتایج تخریبی و بازدارندش رو با پوست و استخونمون لمس کردیم و چوبش رو خوردیم. انجام موفقیت آمیز هر کار یا حرکت نیاز به برنامه مشخص و هدفمند داره و نیاز به آگاهی و شناخت. یک اشاره میخوام بکنم به سپهبد رزمارا که در مورد برنامه و هدف در خاطراتش مینویسه: مسائل و کاستی های ارتش بیش از آن که به مسائلی چون کمبود وسائل و تجهیزات مربوط باشند، مسائلی بودند ناشی از فقدان، اینو گذاشته تو گیومه، فکر همکاری.
و مبذول نشدن سعی و کوشش لازم در رفع این مشکلات. حالا اینجا فکر همکاری رو باز میکنه، میگه فکر همکاری یعنی داشتن هدف مشترک دور برنامه های هدفمند، چنانچه هدف مشترک داشته باشیم، یعنی منافع مشترک، منافع جمع که در نتیجه به منافع ملی میرسد. برای آگاهی بینندگان، رزمارا 8 ماه و 3 هفته در سال 1329 نخست وزیر بود و به دست خلیل طهماسبی که عضو فدایان اسلام بود با شلیک 3 گلوله کشته شد. رزمارا از افسران مطلع و آگاه بود. باز برای آگاهی دوستان، افسران تحصیل کرده زیاد داشتیم، ولی افسران مطلع و آگاه بسیار کم و نادر. ما ایرانیان طی 100 سال گذشته 2 انقلاب سرنوشت ساز و 1 جنبش فراگیر ملی داشتیم، یه نهضت فراگیر ملی. در هر سه حرکت پیروز شدیم، ولی پس از پیروزی هر بار با شکست و ناکامی روبرو شدیم و به کجراه رفتیم. آیا نباید پرسید چرا؟ نباید بیاموزیم چه شد و چگونه بود که به جای دستیابی به اهداف انسانی دستخوش دیکتاتوری و گرفتار خودکامگی شدیم؟ اندیشکده بر این باور است که هیزم زندگی جهنمی در ایران کمدانی، بیدانشی و بیبینشی سیاسی ماست. یه اشاره میکنیم به یک افسر دیگه، سپهبد پالیزبان، یکی دیگر از افسران مطلع و آگاه ارتش. در لابلای خاطراتش مرتب به آموزش و آگاهی اشاره میکنه و مینویسه ملت تقصیری ندارد، این متصدیان هستند که باید در بین برنامه های تلویزیونی و رادیویی به وسیله دانشمندان و استادان برجسته ملت را هوشیار و آگاه سازند. در رابطه با استعمارگران می نویسه می دانیم همباره دانش بر جهل حکمرانی می کند. آیا هرگز دیده اید یا خوانده اید که یک کشور عقب افتاده یک کشور پیشرفته را استثمار کند؟ در مورد حکومت فردی و ناآگاهی رضا شاه و متلاشی شدن ارتش می نویسد رضا شاه بر این عقیده بود که آلمان‌ها برنده نهایی جنگ هستند و تصور می‌کرد که از همه جزئیات مطلع می‌باشد، ولی دیدیم که تاریخ نشون داد فرمان روایی فردی نهایتاً صدمه بنیانکن خود را بر پیکر مملکت و ملت می‌زند. زیرا اگر گردش کار بر اساس دموکراسی تکیه داشت، این موضوع یعنی این تصمیم‌های رضا شاه می‌رفت تو کمیسیون خارجی مجلسین مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و بعد تصمیم گرفته می‌شد، نه اینکه در خیال و توهم یک شخص انجام بشه. پالیزبان عدم آگاهی رو دلیل شعاری بودن مردم میدونه و مینویسه روز 26 مرداد که مصدق رفراندوم نمود، در شهر خرم‌آباد تمام اهالی به استثنای یک نفر به مصدق رأی داد. روز 28 مرداد یعنی 2 روز بعد خبر رسید که شاه به کشور بازگشته. مردم به خیابان‌ها ریختند و شعار مرگ بر مصدق دادند. پالیزبان می‌نویسه در این 2 روز من شخصاً در خیابان بودم. اون موقع ایشون مأموریتش خرم‌آباد بود.
میگه شخصا در خیابان و داخل مردم بودم، اما در ظرف 48 ساعت دو رو، دو شعاع، دو حرکت متضاد دیدم. برمیگردیم در مورد گفتگو موندشیم، در مورد کمدانی و بیدانشی و بیبینشی صحبت میکردیم. پیشنهاد میکنیم که باید بدانیم و بپذیریم که ما مردم در ایران همیشه رعیت و امت بودیم. امت کسی است که نیاز به قیم دارد، نیاز به مرجع تقلید و رهبر عالی قدر دارد، کسی است که با رژیم فقاهتی همراه است و به جای خردگرایی دنبال آخرتگراییه. رعیت بت‌پرست و قهرمان پروره. مانند امت که نیاز به قیم و واسطه داره، نیاز به ارباب، شاهنشاه و خدایگان داره. سینه زدن برای امام حسین، دست به دامن پنجتن آل عبا و امامزاده ها شدن، پشتر رضا پهلوی سینه زدن، شعار رضا شاه روحت شاه دادن، یعنی رعیت، نه رعیت و نه امت، هیچ کدام هنوز به ارزش و توانایی انسان پی نبردن و قادر نیستن که این بند نافقه چی کنن. باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. آیا میپذیریم که نیاز به آگاهی و شناخت داریم، یا در این توهمیم که هنر نزد ایرانیان است و بس؟ در بالا اشاره کردیم که انجام موفقیت آمیز هر کار یا حرکت هم نیاز به برنامه مشخص و هدفمند داره، هم نیاز به آگاهی و شناخت. برنامه مشخص و هدفمند یعنی باید بدانیم چه میخواهیم، نیازهای جامعه من چیست، داده های من کدامند و چگونه به هدف میرسیم. آگاهی و شناخت یعنی روشنفکران، تلاشگران و راهبران باید دانش و بینشی داشته باشند که خزف را از صدف تمیز بدهند، اغفال نشوند، گول نخورند. در این راستا برنامه و تلاش اندیشکده شهروندسازی است، زیرا ساختن جامعه مدنی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر انسانی نیاز بیچون و چرا به شهروند دارد. راه اندیشکده توسعه دانش و بینش است، زیرا رعیت و امت تنها در پرتو آگاهی و شناخت به مقام شهروندی میرسند. در اینجا یک اعلام خطر: برخی از هممیهنانمان میهن دوستی را در ضدیت با عربان و یا دین ستیزی میدانند. ما نه نژاد پرستیم و نه به باورهای خصوصی مردم کار داریم. میهن دوستی یعنی قانونمندی، یعنی رعایت حقوق دیگران، یعنی برای منافع جمعی و ملی حداقل به اندازه منافع شخصی ارزش قائل بودن. شهروند میهنش رو دوست دارد و میداند که کشور متعلق به اوست. شهروند مسئول نگهداری از کشور میباشد. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من تو صحبتهای شما یکی دو تا سوال برام پیش اومد. اگر اون روشی که من اجرا میکنم یه مقدار شما باش مشکل داری، ازتون عرض میخوام که همون موقع که سوال رو میپرسم فوری نظر خودم رو هم میگم. دلیلش اینه که قبلا برای شما اینا رو نوشته بودم. ولی ببینید، شما اینجا میگید که همیشه ما ایرانی ها رعیت و امت بودیم. اگه کلمات رو درست بخوایم معنی کنیم، وقتی شما میگید همیشه، این همیشه ما رو به همون دوره کوروش هم میبره، یا شما هم مثل دوستان میخواین سر 1400 سال؟ درست. بله، همیشه. بله، پس بودیم. این یک. بعد شما گفتید که پرسش درست
و اگه نباشه به پاسخ نمیرسیم، یا اینکه آیا میشه جای رهبر و پیرو رو عوض کرد؟ باز یه جای دیگه شما گفتید که این برنامه و کتابتون و این فکر موقعی شروع شد که مردم اون ماجرای رأی منکوس سال 1388 رو گفتن. من مثلا یکی از اونایی بودم که تا مردم گفتن رأی منکو بهشون گفتم شما رأی دادید، تموم شد، طرف رأی نداده، آقا رأی نداده، نشسته حالا یا داشتن عرق می‌خوردن یا به حرف رادیو تلویزیونای اینجا گوش داده یا یه جوری هر دلیلی رأی نداده. وقتی گفته رأی ندادن دیگه نمیتونه بگه رأی من کو. تازه اون نمیدونم برای شما فرستادم یا حتما اینو دیدید که درباره رأی دادن و همین آمریکای ما و شما که الان هستیم دلمون خوش میریم رأی میدیم، من و شما چه انتخابی داریم؟ انتخاب ما اونایی هن که پولدارترینن، از این قربال پول و اینها اومدن بیشتر بیرون، من حالا یا اینو باید انتخاب کنم یا اون یکی، یا به قول خودمون بد و بدتر رو انتخاب کنم. ولی باز ما برمیگردیم به این سوالات. حالا شما میگید که مثلا چرا کشوری که تمدن بشریت را پایه‌ریزی نموده، شما دلیلتون اینه که برای که همیشه رعیت و امت بودیم، خب حالا چه باید کرد؟ میدونم باز جواب شما اینه که شهروند بسازیم، یعنی آگاه باشه. اگه شهروندی آگاه باشه، خود اینجا میگن که دانش به اصطلاح قدرت میاره، knowledge is power. و کسی ما اول ما تنها اولین کشوری بودیم که اون حرفو زدیم، گفتیم توانا بود هر که دانا بود. نه این که نمیشه بر اساس یه شعر فردوسی اینو بگیم. فردوسی که به نظر میرسه از تاریخ خودش خبر نداشته، نه فردوسی نه حافظ نه سعدی، یه کدوم از اینا اسمی از کوروش نیاوردن. یه دفعه من... کو... بله بفهم. بفهم. من یه کمی اینجا دارم گیج میشم، برای اینکه اولا شما دارین در مورد 14-15 تا به 14-15 تا مسئله مختلف اشاره میکنید. دوم این که شما بلافاصله در مورد مسائل یه نتیجه گیری میکنید که من خب با بعضیش مقداری مشکل دارم. شما میگین که کسانی که میگن رأی من کو داشتن عرق‌خوری میکردن و گردش میکردن و توی تلویزیون بودن رأی ندادن. خب این که به نظر من درست نیست، کسانی هم بودن که رأی دادن. ما نمیتونیم به صورت بلانکت، به صورت یه چیز کلی همه رو بذاریم توی یه دونه قایق. حالا اونی که میگه رأی دادم، میگه من رأی دادم، رأی من کو، یعنی هر کی میره رأی میده فکر میکنه با اون رأیش باید اونی رو که اون میخواد از تو قوطی بیاد. خب ببین داستان اینطوری که نبود. داستان یک اعتراض. شما وقتی میخواین یه اعتراض بکنین باید یک دلیل یا یه بهانه‌ای داشته باشین. این یه دلیل جالب بود، یه دلیل منطقی بود که رأی من کو، یعنی دارن در واقع در مورد رأی نیست، در واقع یک اعتراضی به یه دونه دولت قاصد. یعنی ملت ما وقتی اعتراض میکنن اون چیزی که میگن حقیقتا اون چیزی نیست که منظورشونه. نه نه اینا نگفت، گفتم میتونه دلیل باشه میتونه بهانه باشه. من که آرزو میکنم ای کاش اون آقای میرحسین موسوی آمده بود و اون 10 سال طلایی امام رو دوباره برای این دوستان می آورد، یعنی به این جوانایی که خب. بدون الان شما دارین درباره چیزی صحبت میکنی که من ازش 100% با اون گروه، با اون تشکیلات، با اون دید، با همش مخالف هستم. من نه در هیچ وقت در رأی دادن، من تو زندان قصر به جمهوری اسلامی آری یا نه گفتم، نه در تو زندان که شما جونت در خطره و من در خط مرگ بودم رأی دادم، نه من هیچ وقت به جمهوری اسلامی رأی ندادم و تا زنده هستم امیدوارم که چنین اشتباهی نکنم. من با موسوی و با کروبی با تمام عامل‌های جمهوری اسلامی و رژیم فقاهتی مخالف هستم، در اینکه من مخالف قانون اساسیشون هستم. قانون اساسیشون همش در چارچوب ولی فقیه، من اصلا با اصلشون مخالف هستم. پس اونی که کروبی بیاد یا آقای موسوی بیاد اون نخواسته من و نخواسته خیلی از ایرانی ها. اونایی که مثل شما اشاره کردین به آمریکا، یه خود میگم برای این میشه یه خود مشکل میشه که آدم
تمرکز کنه روی یکی دو مسئله و درباره اونا گفتگو کنه. نظرتون درباره اونایی که درباره همین قانون اساسی جمهوری اسلامی میگن این یک کپی بوده از کشورهای پیشرفته و خیلی بهتر از قانون مشروطه هست، قانون اساسی مشروطه، مثل آقای چمنارا اینو میگه، دکتر نصر احمدی اینو میگه، میگن شما اگر قانون این چیز رو بردارید و به جای بذارید شاه، میبینید که این کمتر تو شاه و رهبر و اینها قدرت داره، حالا اجرا نمیکنن بماند. ولی نظرتون در این مورد که این بهتر از قانون مشروطه قانون اساسی مشروطه است چیه؟ من خیلی متاسفم، البته من اون کسانی که نام بردین کاری ندارم، ولی من قانون اساسی جمهوری اسلامی رو کاملا دقیق خوندم، برای خودم حلاجی کردم و یکی از چیزهایی رو که بهش اشاره نمی کنن اینه که شاید 90% یک چیز بهش اضافه شده که این در صورتی ولد به فارسی چی میشه، در صورتی قانونی است، در صورتی اجرا میشه که ولی فقیه اینو تایید کنه. وقتی شما اینو گفتی دیگه اون قانون معنی نداره که بله، مثل تظاهرات که میگه میگه که اجازه تظاهرات داده میشه در صورتی که مخالفت با چیز نداشته باشه. خب هر تظاهراتی رو بعد اینا میتونن بگن که مخالفت داره با به اصطلاح منافع چیز یا با نظم شهر و اینا. آقای سلیمانی فکر کنم از آمریکا باشن، ایشون نوشته که انتخاب بد و بدتر نرم انتخابات جهانی شدن، با اینکه اختلافهای شدیدی هم در سیستم ها هستن. یعنی ایشون میخواد بگه که کشورهای دموکراسی هم حقیقتا نرم انتخابات یا به اصطلاح معذرت میخوام ولی این یکی از شعارهای انسانهای یه بودیه که میخوان یه جوری انتخاب بین سلطنت و جمهوری اسلامی رو قانونی بهش نگاه کنن. نه، انتخاب بین بد و بدتر راه درستی نیست. نه اینکه ما همیشه انتخاب‌های خوب داریم، یه مقدارش تقصیر سیستمه، یه مقدارش تقصیر مردمه. اون مردمی که شما بهش اشاره کردین که رأی نمیدن، توجه نمیکنن، براشون فرق نمیکنه یا فکر میکنن مهم نیست. ولی چیزی که مهمه، علتی گفتن نمیشه در مورد همه مسائل صحبت کرد، واقعیت اینه که نمیتونیم سیستم آمریکا رو که نسبی یک سیستم آزاده با سیستم ولایت فقیه مقایسه کنیم، نمیشه. و دیگه هر چقدر اینا بعضشون خراب باشه، که البته امروز دارن میرسن به اون خرابی های خیلی عمیق، ولی کشور ما خیلی وضعش خرابه و یکی از دلایلش خود مایی. داستان اندیشکده اینه، یعنی نوشتن کتاب، به وجود آوردن اندیشکده، این تلاش ها و شرکت های من در گفتگوها اینه که ما نیاز به آگاهی و شناخت داریم. اینی که ما همه چیز دان هستیم یعنی کم دانیم. ما تا اینو درست نکنیم هیچی درست نمیشه. ببینین، شما در مورد فرض کنین 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، پندار نیک گفتار نیک اعتراض میکنین، یه چیز رو اینجا با هم دیگه مرور کنین. 99 سال پیش، اینو داستان رو برای بینندگانتون قبلا تعریف کردم، 99 سال پیش انگلیس میخواد یک قراردادی رو در ایران پیاده کنه تحت الحمایه کردن ایران. ولی واقعیت اینه که جناب سعودی، اگه شما کلاتون رو قاضی کنین، بینندگانتون واقعا کلاشون رو قاضی کنن، چند درصد از مردم ایران میدونستن و میدونن که
آقا این رضا خان و سدزیا نبودن که کودتا کردن، ایر انگلیس بود که کودتا کرد، یک ژورنالیست مزدور و یک قلچماق قزاق آورد که بتونه قرارداد تحت الحمایه کردن رو پیاده کنه. خب ببینین اگر ما یک داستانی که 99 سال پیش افتاده ازش نادی اطلاع هستیم و ناآگاه هستیم و تو خیابونا میگیم رضا شاه روحت شاه، آخه این کسانی که اینی میگن اگه میدونستن که این یه عامل بیگانه بوده چجوری میتونی این حرف رو بزنی؟ من مشکلم اینه. خب حالا درسته 3-4 هزار سال پیش ما تمام مسائل ضبط نشده، ازش عکس گرفته نشده، ویدیو نشده، ما همه چی رو نمیدونیم، ولی در چارچوب یک اکتشافات، یک سمبول ها، یک پیدا پژوهش ها چیزایی رو بغل هم گذاشتن و یه تصویری رو درست کردن. خود شما ببخشید، خود شما میگید که اون کسی که گفت رأی من کو، لزوماً دنبال کروبی و میرحسین موسوی نبوده. اگه فردا یکی از دوستان بیان بگن ما وقتی گفتیم که رضا شاه روحت شاد اصلا هیچ ربطی به رضا شاه نداشته، منی که اینجا نشستم که شمایی که معلم من هستید به من میگید هر چیزی رو به خاطر اون زمان باید نسبی حقیقت هست و تاریخ قبول کنیم، من به قول دوستانمون چه خاکی باید برسر کنم که اون که میاد میگه رأی من کو، من بگم این منظورش چیزی دیگه است. اونی که میاد بگه رضا شاه روحت شاد، بگم من درست بیان نکرد. من نگفتم رأی من کو. داریم میگیم وقتی که در ایران اعتراض میکردن و میگفتن رأی من کو، در اون موقع بر اساس پرسش چه باید کرد ما اومدیم اندیشکده رو درست کردیم. داشتم زمان رو تشریح میکردم، من رأی نداده بودم که بگم رأی من کو، و از اون رأی من کو حمایت نمی کردم. می گفتم باید ببینیم چه باید کرد، و حرف ما این بود که همینجوری که چند لحظه پیش براتون گفتم، ما یعنی اندیشکده رهای مردم و نجات ایرانو در سرنگونی می بینه، ولی گفتیم که نه در اصلاحات رژیم تقاعتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، و اینو هنوز این باور ماست. بسیار ممنونم. آقای سلیمانی نوشتن که منظور من اصلا مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت شاهنشاهی نبود، من یه چیز کلی گفتم که آمریکا انتخاب ترامپ و هیلری بودند که هیچ کدام ایدئال نبودند و انتخاب اکثر مردم بین بد و بدتر شد. البته اگر این دوستان مثل من سالها پیش با آقای جورج کارلین آشنا شده بودن، راه سومش اینه که شما رأی ندی و به این وسیله بگی که هیچ کدام از اینایی که روی این تیکت یا کاغذ نوشته شدن مورد پسند من و نماینده من نیستن، و اتفاقا افرادی مثل من که رأی ندادن بعدن حق دارن که به اصطلاح بیان ایراد بگیرن، برعکس اون چیزی که شایع شده که شما چون رأی ندادی حق نداری که انتقاد کنی. ولی اون میگه که وقتی شما رأی دادی هم سیستم رو قبول کردی، هم به اصطلاح به روش انتخابات مهر اوکی و تأکید و تایید گذاشتی، هم این که دیگه حالا رأی دادی دیگه ساکت باش تا 4 سال یا 8 سال اینها بگذره، ولی اونی که رأی نداده از فردای همون روز انتخابات، حتی از همون روز انتخابات میتونه بگه که من مخالفم، هیچ کدام از اینها کاندیدای من یا نامزد انتخاباتی از طرف من نبودن. در اصل ایشون میگه کل مطلب، کل کلام این که منظورشون به جمهوری اسلامی و شاهنشاهی نبوده. بفهم. سپاسگزارم. نه من هیچ، با اینکه ما معمولا مواجه هستیم با بد و بدتر، من اصلا اعتراضی به اون ندارم، این درسته، ولی نمیدونم که آیا با این فلسفه که شما به کار میبرین
میتونم موافق باشم یا نه، مشکل دارم یک کمی. و اون اینه که شما میگین که رأی ندیم. خب اینجا یه خود مشکل آفرینه، برای اینکه اگر شما برای این تعیین این مسئله شرکت نکنی، اون انتخابی که میکنن زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. و آیا ما باید آینده رو بسازیم یا بشینیم تماشاچی باشیم که برامون بسازن؟ اینم باید بهش نگاه کرد. نمیگم که درسته یا غلطه، ولی مشکل من اینه. اتفاقا خدمتون گفتم من اون کتابی رو که الان در حدود 2 ساله دارم مینویسم در مورد ایران فرداست، و داستان اینه که آیا ما به صورت یک ملت میایم با برنامه ریزی، با آگاهی، با شناخت یک میهنمونو میسازیم، یا اینکه مثل یه دونه قایق که بادبان داره اون اسکان رو ول میکنیم، میذاریم این باد توی دریا ما رو ببره هر جا که میخواد. بالاخره باید یه کنترلی هم وجود داشته باشه، باید یه شرکتی هم باشه، باید بیایم سعی کنیم این کشورمون رو بسازیم. تا به حال نساختیم. بسیار ممنونم. خب دوستان عزیز، اگر سوالی، نظری یا موردی هست که میخواین مستقیما با خود آقای لادن تماس بگیرید، من وبسایت ایشون رو نشون دادم، فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون دادم، میتونید با خودشون تماس بگیرید و ایشون معمولا پاسخ میدن، مگر به افرادی که ایشون فکر کنه که به اصطلاح هدفی بجز تلف کردن وقت ایشون نداره. من ساکت میشم. باز شما اگر صحبتی دارید بفرمایید، چون این 3 مورد رو من با هم گفتم. اگه فکر میکنید که باز در موردی هست که میخواین صحبت کنید بفرمایید. اگه شما دوست داشته باشید میتونیم یکش انتخاب کنیم، ولی من اگر نه میخواستم یه خبری رو من توی یکی از تارنماها دیدم که منو به یاد یک جریانی انداخت در زمان رضا شاه. توی این تارنمای خبر نوشته بود که آقای هاشم خواستار از فعالان پرسابقه معلمان در ایران دستگیرش کردن و بردنش به بیمارستان روانی در مشهد. بله، این همون ایمیلی بود که منم برای دوستان نوشتم که اون خانمی که اونجا صحبت میکنه توی اون مادر دوتا جوونیه که اعدام شده، ولی هرگز اینا نگفتن که این فرزندان ما با اسلحه اتوماتیک رفتن بازار طلافروشان تهران و اونجا رعب و وحشت ایجاد کردن و نوارای زیادی از اون دوربینای سکیوریتی هست. ولی درباره اون معلمی که گرفتن، این آقا یکی 2 روز اصلا هیچ خبری ازش نبود. بعدن اینجوری پیدا شد. و من یه منظوری داشتم. اولا که شما یه چیز دیگر رو به این اضافه کردین، یه خود داستان رو بهش لطمه میزنه، با اون که اون پسرا کی بودن و آیا دوز بودن نبودن، ما اصلا اینجا کاری نداریم. داشتم راجع به این صحبت میکردم که یه فعال فرهنگی رو گرفتن بردن تیمارستان. این درست یک داستانی رو برای من زنده کرد در زمان رضا شاه. اشرف الدین گیلانی مشهور بود به نسیم شمال، نویسنده، شاعر و تلاشگر سیاسی بود و شعراش بعضیش بی نظیره. این آقا توی نزدیک مسنی که داره مبارزه میکنه با خودکامگی رضا شاه و شعر میگه و روزنامه مینویسه، دستگیرش میکنن و میبرنش دارالمجانی. و توی دارالمجانی، اسم دیوانه خانه اون موقع در تهران بوده، که اونجا نگرش میدارن تا مرگش. و میبینین که دیکتاتوریه، میخواد چکمه باشه، میخواد نعلم. بله، حالا ایشون معلوم شده که دولت به اصطلاح گرفته بردتش توی تیمارستان. بله، توی مشهد دستگیرش کردن
و همسرش میگه مدت‌ها دوندگی کرد تا اینکه بهش گفتن باید بری از دادگستری یا چیچی دادگاه شهر اجازه بگیری و بری با ایشون ملاقات کنی. و ایشون رفته بهش یه 10-15 دقیقه اجازه دادن، ملاقات کرده و اومده میگه که من اصلا نمیفهمم که چرا همسر من رو بردن بیمارستان روانی. و این یکی از تریکاییه که به کار میبرن، همون جوری که به بعضی میگفتن که فرض کنین این معتاده، این تریاکیه، این تریاک فروشه، این معذرت میخوام بچه بازه، از این تهمت ها که میزدن به فعالای سیاسی. به این بدبختان مثل اشرف الدین گیلانی تهمت دیوانه بودن میزنن. آقای لادن، این چند روز گذشته این ماجرای بمب و اینا من در قسمت برنامه خودم توضیح دادم، یک کمی حکومت اینجا رو با اون رفتار مافیا و اون گنگسترا و اینها داره یکی میکنه. البته شانس آوردیم که این آقا رو مثل که گرفتن، خب معلوم نیست که حالا اینو میگیرن یکی دیگه فردا همین کار رو انجام میده. اینجا ساختن بمب از روی اینترنت و پست و اینام که کمکی اضافه میکنه بهشون، میفرسته راحت براشون. نظر شما در این مورد چیه؟ و اون موردی که ترامپ الان دارن میگن چون این به اصطلاح فرهنگ لغات انگلیسیش، اون موقع جورج بوش رو میگفتن که 9000 تا کلمه بیشتر نمیدونه و اندازه بچه های کلاس نهم یا دهم میدونه، ولی الان ما مثل که باید شم بگیریم و دنبال جورج بوش بگردیم. ترامپ میگن چون وارد نیست، گفته که بله من یه ناسیونالیست هستم. البته اونایی که چیزن میگن این اینجام داره زبلبازی و شارلاتانی در میاره، منظورش ناسیونالیست سفید پوسته، وایت ناشنالیست. و این با شما اتفاقا تو برنامهاتون صحبتاتون گفتید که ما این کلمه میهن پرستی و وطن دوستی اینا رو باید یک کمی توضیح بدیم. نظرتون در این مورد خاص چیه؟ اشاره کردین به این بمب فرستادن ها. من برداشتم اینه که اینو دیگران هم گفتن، برداشت شخصی من اینه که این نتیجه این عربده کشی های ترامپه، این مخالفتش با اشخاص، حمله های شخصیش به اشخاص، مقابله با جراید، اینا 100% نشانه های فاشیستی و دیکتاتوری. و باید انتظار داشت که تو مملکت کسانی هستن که مثل یه بچه میبینن و فکر میکنن و میشه اینها رو وادار به هر کاری کرد. همونطور که امروز دیدین که توی ماشین این شخصی که دستگیرش کردن تمام عکس‌ها در مورد اون جاهایی که ترامپ بوده و حرفایی که زده، یعنی کاملا تحت تأثیر این شعارها قرار گرفته. در مورد یه چیز دیگر هم اشاره کردین، متاسفانه از ذهنم رفت، اون کلمه ناسیونالیسم. کلمه ناسیونالیسم، متشکرم. میدونین که کلمه درستش، نه این که این غلطه، این هدفشو داره میگه، ولی کلمه که میشه بهش به کار برد و کلمه درستیه و من بهش اعتقاد دارم، اون کلمه میهندوستیه که از پیتریتیسم. پیتریتیسم فرق داره با نشنالیزم. نشنالیزم اون یک نوع ناسیونالیستیه که چیز داشت اون آقای در ایتالیا موسولینی، یا فرض کنین حزب پانیراریست در ایران، حزب سومکا در ایران، مسائل نجات پرستانه و یا ایرانی هایی که فکر میکنن میهندوستی یعنی مخالفت با عربان. اصلا این چیزا با هم دیگه ربطی نداره. شما این میهندوستی یعنی به دیگران احترام میذاری، دنبال منافع میهنتی، دنبال قانونمندی هستی. بسیار ممنونم. خب لطف کنید در همین مواردی که قبلا هم به اصطلاح قرار بود صحبت کنیم، یک، چرا کشوری که تمدن بشریت را پایزی کرده چنین خار و ضعیف است؟ من قول میدم که دیگه من نگم من باور ندارم، شما توضیح بدید.
بعد چرا ملتی که فلسفه پندار نیک گفتار نیک یعنی اوج انسانیت را قرنها پیش الگوی زندگیش قرار داده، امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه بر هست؟ و بالاخره چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر رو و دگراندیشی و تحمل دگراندیشی رو 2500 سال پیش پیاده کرده، امروز به اصطلاح اینجوری میبینیم که قوانین حقوق بشر در اون کشور زیر پا گذاشته میشه؟ حتما باید هر کدومش رو جدا جدا البته بهش نگاه کنیم، و اولیش در مورد اکونومی بود که تمدن. اگر الان برای دیگه همه آسون شده، شما اگه برین توی گوگل یا برین توی اینترنت و بگین که فرض کنین اروپا در 500 سال یا 1500 سال قبل از مسیح 1500 BC اوضاع اروپا، میبینین که مردم همه بدون استثناء برده ثروتمندان و قدرتمندان هستن، همه. بعد خانواده شون یعنی زن و بچه شون هم برده و متعلق، مثل احشام، مثل گله گاو و گوسفند، متعلق به ارباب. هیچ قوانینی وجود نداره جز زور، و هر کسی تقلب میکنه آهن میکشنش و پاش زیاد بیرون بذاره میکشنش. خب ببینید، در یک چنین دورانی وقتی یک کشوری میاد یک قوانینی میذاره که حالا فرض کنین بعضیاش امروز اگه بخوان بذارن میگن این قوانین انسانی نیست، ولی داریم در مورد 3000-4000 سال پیش صحبت میکنیم، در زمان خودش یک نظم و ترتیبی به وجود میاره. آیا اون موقع ما آزاد بودیم؟ نه، ما برده بودیم، ما زنا مثل برده بودن، حالا مردای خود بیشتر حقوقشون رعایت میشده. اینه که وقتی صحبت میکنن تمدن بشریت، میگن این نظم و ترتیبی که در اون زمان به وجود اومده بوده، و اینا همه رو با یک نوع اکتشافات و چیزایی رو که پیدا کردن بر اساس اونا میگن، و من نمیدونم که چقدرش داستانه چقدرش حقیقیه، ولی با توجه به بعضی از اکتشافات میشه گفتش که یک چیزهایی وجود داره. مثلا پرسونه همین استوانه که بعضی ها به اونم ایراد میگیرن. بعد نگاه میکنیم به پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. من برام این اینجوری بهش نگاه میکنم، اگر امروز الان شما اینو خودتون تو ذهنتون مجسم کن، اگر تک تک ما پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک داشته باشیم، ببینیم زندگی خودمون و جامعهمون چجوری میشه. یعنی نه کسی حق دیگران میخوره، نه تجاوز میکنه، نه پشت سر دیگران خنجر میزنه، نه سمپاچی یعنی زندگی دگرگون میشه، زندگی انسانی میشه. من میگم اون مهمتر از اینه که آیا ما 3000 سال پیش اینو داشتیم یا نداشتیم، ولی اگر داشتیم و الگوی زندگی پدرانمون بوده، واقعا یه چیز بی نظیریه. و اما داستان حقوق بشر، منشور حقوق بشر، خب میبینیم که اینو توی سازمان ملل هم گذاشتن، این منشور رو توی دنیا چرخوندن، با احترام و عزت در موردش صحبت کردن. میبینیم که کتاب گزنفون در مورد زندگی کوروش رو بارهای بارها در تمام دنیا به زبانهای مختلف ترجمه کردن و مورد استفاده قرار دادن، به ویژه پدران دموکراسی در آمریکا. پس بنابراین یک چیزی هست، نمیشه همه رو گفت، اینا همه داستان. من بهش در این چارچوب نگاه میکنم، من مطلق بهش نگاه نمیکنم.
در اینکه مطلق خیلی مشکله، به ویژه اینی که قبلا هم خدمتون گفتم که تاریخ و برنده ها می نویسن، یعنی کسانی که فاتح شدن. اون کسی که فاتح شده اگر رومیه بوده بر ایرانی فاتح شده، هرچی می نویسه بر ضد ایران می نویسه و ایران رو تبدیل میکنه به بربرها، و اگر ایرانی برنده شده همه چی رو به نفع خودش می نویسه. ولی یه چیزهایی هست، اینی که میبینیم توی تورات درباره کوروش تو 3 آیه مختلف ازش به صورت نجات دهنده نوشته شده، یه چیزهایی هست. بسیار ممنون دوستان عزیز. همونجور که خدمتتون گفتم، میتونید با فیسبوک آقای لادن مستقیم تماس بگیرید یا با از طریق وبسایتشون اندیشکده.net، آخرش هم اچ نداره، اندیشکده، اون اچ رو شما به اصطلاح لازم نیست که بنویسید. آقای لادن از شما ممنونم، امیدوارم هفته آینده هم جمعه باز با شما باشه. سپاسگزارم، ویکند خوبی رو برای همه آرزو میکنم. خیلی ممنون، ما هم آخر هفته خوبی برای شما آرزو میکنم.